خب درود به دوستان و همراهان هموطنان عزیزم، امروز پنجشنبه 28 دی ماه برابر با 18 ژانویه 2024 با شما هستم با برنامه لایو یوتیوب. به اتاق جنگ خوش اومدید. یه لحظه اوکی. خب تسلیت میگم اول به همه مردم ایران، به هموطنان خودم بابت کشته شدن هموطنان بلوچ در حمله هوایی پاکستان به خاک ایران، و واقعا اتفاقات خیلی تأسف باری داره رخ میده و البته خیلی هم خطرناک. خب برای نخستین بار از زمان جنگ ایران و عراق یک کشور خارجی تونست خیلی راحت به ایران حمله هوایی بکنه، به خاک ایران تجاوز بکنه با چراغ سبز جمهوری اسلامی، اونطور که جمهوری اسلامی تا الان ادعا کرده. خیلی ممنونم از دوستان که به این لایو ملحق میشن. درود به آقای ناصر الوندی، آقای ناصر الوندی، آقای حمیدرضا دولتی، جیباگوی عزیز، نادیا، خانم ویدا صفایی، آرش کمانگیر گرامی، سایرس اچ، خانم بیگدلی، کبیر کارن، کپتن هدداک و باب آرپی، مرتضا سنتیان، جناب مرتضا سنتیان از رشت، لینکس، ارشان، Brave Night Studio، مریلین، آقای فریبرز شریفیان، فلونیا و بقیه دوستان، مهیار ناسودی و همه دوستانی که وارد این برنامه میشن، لایو برنامه اتاق جنگ. خب ببینید دوستان، من در این برنامه ابتدا سعی میکنم برای دوستانی که از جزئیات به طور دقیق خبر ندارن یا وقت نکردن که تحولات رو با جزئیات دنبال بکنن، سعی میکنم توضیح بدم که اصلا چه اتفاقی بین جمهوری اسلامی و پاکستان رخ داده، حالا بیشتر جزئیاتش و کلیاتش رو که همه میدونن، و چه وضعیت خطرناکی برای ایران در واقع باهاش روبرو هستش، و به نوعی میشه گفت ایران و منطقه خاورمیانه بدون اغراق روی انبار باروت هست در سایه تحولاتی که ما توی منطقه شاهد هستیم. دوستان این برنامه رو توصیه میکنم تا آخر ببینید، حتما نکات مهمی رو میخوام بهش اشاره بکنم، بیشتر از همون دید راهبردی که سعی میکنم داشته باشم. ببینید، پس میام الان توضیح میدم گام به گام که چه اتفاقاتی رخ داده و به بحث اصلی تحلیلی خودم هم میپردازم. خب ببینید، 15 ژانویه یعنی 3 روز پیش جمهوری اسلامی تصمیم گرفت ناگهان به اقلیم کردستان و عراق و ادلب سوریه حمله موشکی بکنه، و بنابر ادعای جمهوری اسلامی حمله موشکی به اربیل برای زدن یک مقر موساد، طبق گفته خود جمهوری اسلامی برای زدن یک مقر موساد، و به ادلب سوریه برای زدن مقر داعش انجام شد. ببین دوستان، وقتی جمهوری اسلامی میگه مقر، یعنی سنتر، یه بیس یا یه هدکوارتر هستش، یه فرماندهیه، یعنی این چیزی که جمهوری اسلامی گفته یعنی این. بعد از چند ساعت مشخص شد که یه منزل، به یک منزل مسکونی حمله شده و دو تا تاجر کرد اونجا یه نشستی بوده، دو تا تاجر کرد و دو تا دختر بچه اونجا در نتیجه حمله جمهوری اسلامی با 5 موشک بالستیک به اربیل در اقلیم کردستان عراق کشته شدن، 17 نفر دیگه دست کم زخمی شدن. به محض وقوع حمله، رسانه های جمهوری اسلامی سریع اون جنگ روانی رسانه‌ای رو کلید زدن، گفتن که جمهوری اسلامی یعنی سپاه به پایگاه آمریکایی حمله کرده، به کنسولگری آمریکا حمله شده، و این در واقع نوع روایت جمهوری اسلامی بود که بعدا مقامات آمریکایی رسما اعلام کردن. خیلی سریع، یعنی زیاد هم نگذشت که هیچ یک از تاسیسات آمریکا در این حمله موشکی به اربیل مورد حمله قرار نگرفته. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، این خبرش هست. ببینید دوستان، رادیو فردا، یعنی من سعی میکنم که بر اساس سند صحبت کنم که
این خبر رادیو فردا، یعنی خبرش رو رادیو فردا کار کرد. حالا از این من به حملات موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق سفیر خود از ایران فراخوان. این صفحه 3 اینجا ببینید، آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که نشانه اولی آکی از اون است که این حمله ایناش دیدید میخونید دیگه، این حمله مجموعی از اصابت‌های بی‌ملاحظه و غیر دقیق بوده است. پس آقای آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت این حملات جمهوری اسلامی برآوردهایی که کردن و اونا زیر نظر داشتن اون حمله سپاه رو که انجام شده بود یک حمله غیر دقیق و بی‌ملاحظه بوده. و حالا در سوریه حمله موشکی رو سپاه انجام داد با دست کم 4-5 تا موشک بالستیک خیبر شکن، حالا گفتن به مقر داعش، که از قضا واقعیات اینجور در اومد که به یک منطقه غالبا بیابونی در ادلب حمله موشکی انجام شده. و این حرف من نیستش، طبق گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه انفجارهای در جنوب شرق حلب در مناطقی که اتفاقا تحت کنترل خود نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی بود دیده شد و یک کلینیک درمانی، یک کلینیک پزشکی در روستای تالتیتا در جنوب غرب ادلب بهش خساراتی وارد شد و هیچ کشته ای رو اونجا ظاهرا در بر نداشته. و اتفاقا اون روستایی هم که حمله موشکی انجام داده بوده سپاه خیلی نزدیک، یعنی خیلی نزدیک نه، نزدیک مرز ترکیه هستش. بنابراین گفته شد که اون موشک خیبر شکن برد 1200 تا 1400 کیلومتر داشته. بنابراین این در این حال که میتونه یه خطری باشه، به حال به لحاظ واقع گرایی و تئوریک یک خطری هست به حال برای اسرائیل، نه بالفعل، ولی به حال یک تهدید بوده، یک سیگنال بوده به اسرائیل و البته یه جور خطر برای ترکیه هم هستش. یعنی میخوام بگم این مسئله تهدید ایران مسئله نیستش که فقط اسرائیل بخواد نسبت بهش حساسیت داشته باشه، الان کل کشورهای منطقه هم دارن تحولات رو رصد میکنن و این حرکات جمهوری اسلامی داره ارزیابی میشه، تحلیل میشه توسط کشورهای مختلف. و من همون موقع هم توی مصاحبه‌ام در مورد حمله موشکی سپاه به اربیل و ادلب سوریه اومدم گفتم که حملات بر اساس شواهد حملاتی بی ملاحظه، غیر دقیق و حملات موشکی کور بوده به اقلیم کردستان عراق و سوریه. غالبا این حملاتی تبلیغاتی و نمادین بوده و یک واکنشی از سر ضعف و ناتوانی جمهوری اسلامی از دادن واکنش نظامی متناسب به طور مستقیم به آمریکا و اسرائیل، متناسب با حملات و ضرباتی که آمریکا و اسرائیل در طول 3 ماه گذشته به جمهوری اسلامی به محور مقاومت وارد کردند و بیشتر نوعی ژست بازدارندگی از طرف جمهوری اسلامی بود. در این حال حاوی پیامی به خود اسرائیل هم بود این حملات، یعنی هم یک بعد واقع گرانه تهدید داره برای اسرائیل، در این حال بیشتر اون بودش بود نمادین و تبلیغاتی بوده برای اینکه حالا به نوعی اهداف مختلفی رو جمهوری اسلامی دنبال میکرد، عمدتا برای اینکه چون نمیتونسته جمهوری اسلامی و نمیتونه در عالم واقعیات یک پاسخ مستقیم نظامی به اسرائیل و آمریکا بده متناسب با ضرباتی که خورده. وقتی میگم چه ضرباتی جمهوری اسلامی خورده از اسرائیل و آمریکا، مشخصا دارم اشاره میکنم به اون مواردی که من قبلا هم بهش اشاره کردم، الان هم دوباره سعی میکنم اینو بگم برای اینکه بحث کامل باشه. کشته شدن رضی موسوی، یعنی ما از نگاه بکنیم رضی موسوی در 25 دسامبر توسط اسرائیل کشته شد. رضی موسوی هم عالی رتبه ترین فرمانده آماد و پشتیبانی لوجستیک نیروهای قدس سپاه در کل محور مقاومت هست. 25 دسامبر کشته شدن سید رضی موسوی، کشته شدن صالح العاروری نایب رئیس حماس توسط اسرائیل، کشته شدن وسام طویل فرماندهان عالی رتبه قوای رضوان حزب الله توسط اسرائیل، کشته شدن مشتاق طالب السعیدی معاون فرمانده 8 شعبه توسط آمریکایی‌ها بر اثر حمله‌ای که انجام دادن آمریکایی‌ها به عراق،
و بعدش هم ما دیدیم حملات پی در پی آمریکا و اسرائیل تقریبا تا یک مقطعی یکی در میون به مواضع نظامی جمهوری اسلامی حمله میکردن، هم آمریکا و هم اسرائیل، و حملاتی که آمریکا شروع کرد به حوثی ها و جمهوری اسلامی هم به هدف راهبردی اصلی خودش که اعمال فشار از طریق کارت نیابتی هاش روی اسرائیل و آمریکاست که جنگ در غزه متوقف بشه نرسیده بود. یعنی دولت نتانیاهو جنگ رو داره ادامه میده و نشانهایی دیدیم که این جنگ هم ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه این ضربات بزرگی که اسرائیل و آمریکا، بیشتر اسرائیل وارد کرده به جمهوری اسلامی، مجبور بود که جمهوری اسلامی به یک نوعی واکنش نشون بده. در همون دوراهی واکنش و عدم واکنشی بود که من بارها بهش از منظر اون تئوری زنجیره واکنش بهش اشاره کرده بودم. اینجا جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که به هر حال یه واکنشی نشون بده. اینقدر انفعال و ضعف شدیدی که داشت به نوعی مایه آبروریزی بود برای خود جمهوری اسلامی، چون در داخل هم صدای اون تندروها و این ارزشی ها اینا در اومده بود. حمله تروریستی در کرمان رو هم داشتیم ما بین این اتفاقات که حالا به گفته خود جمهوری اسلامی داعش مسئول اون بوده و به هر حال باید واکنشی هم به داعش نشون بده وقتی که هم مورد حمله تروریستی قرار بگیره. بعد تو اون زمان جمهوری اسلامی واکنش نشون نداده بود و تصمیم گرفت یه واکنشی نشون بده که بلکه اون تندرو در داخل یه مقدار آروم بشن و آروم بگیرن، این خشمشون موقتا بخوابه. همون روز دقیقا میام بگم دلایل این اقدامات جمهوری اسلامی چی هست و این اقدامات جمهوری اسلامی چقدر خطرناکه و بازی بزرگ خاورمیانه رو چجوری تحت تاثیر قرار میده، احتمال زیاد به ضرر ایران باز هم. ولی اینجا اشاره کنم همون روزی هم که حملات سپاه به اربیل و سوریه رو شاهد بودیم، حمله کردن به سپاه، حمله کرد با موشک و پهباد به منطقه کوه سبز در اون بلوچستان پاکستان و خب اونجا هم غالبا اعلام شده بود که مقر جیش العدل اونجا مورد حمله قرار گرفته، ولی کودکان و زنان کشته شده بودن. تصاویر این رو میگفت مقری از به معنای واقعی مقر. ببینید جمهوری اسلامی مقاماتش بعض موقع صحبتایی میکنن واژه‌ها رو دقت نمیکنن چون این کاره نیستن. مقر وقتی شما میگی یعنی ساختمون به صورت رسمی پایگاهه، یک پایگاه هستش، یک مقر، یک بیسه وقتی شما میگید مقر. و این تصاویر اصلا نشون نمیده که مقر بوده. گفتم اون عراق که اصلا سوریه که به بیابون زده بودن با حملات موشکی خودشون و اینجا هم که کودکان و زنان کشته شدن. ولی به هر حال نکته اینه که این قمار خطرناک جمهوری اسلامی در رابطه با حمله موشکی و پهبادی به پاکستان دیگه خطرناکترین اقدام جمهوری اسلامی بود. فکر میکرد جمهوری اسلامی که حالا که عراق و سوریه، یعنی فکر میکردن پاکستان هم عراق و سوریه است که نمیاد واکنش نظامی نشون بده و پیشفرض جمهوری اسلامی هم این بوده که احتمال زیاد پاکستان هم واکنشی نشون نمیده. یعنی یک تصمیم گرفته سپاه و خود حالا جمهوری اسلامی اون هستی اصلی قدرت که ما باید الان از این دوراهی واکنش به خصوص واکنش با ریسک خیلی بالا و خطرناک و عدم واکنش باید خارج بشیم حتی شده به طور موقت. اینا اومدن مینی اون حد وسط واکنش رو گرفتن، یعنی بر اساس اون تئوری که من گفته بودم واکنش خیلی بازی با ریسک بالا و خطرناک میشد. دقیقاً وقتی که به شما حمله میشه اینجوری از شما تلفات میگیرن، یعنی وقتی محور مقاومت جمهوری اسلامی، حالا اون ما میگیم محور شرارت، ولی وقتی این محور مقاومت جمهوری اسلامی داره تلفات میده، اقدام متناسب در دنیای واقعیات، نه در دنیای توهمات، در دنیای واقعیات روابط بین کشورها در اصل روابط بین الملل اینه که جمهوری اسلامی باید یه سرباز آمریکایی، باید چندین سرباز آمریکایی بکشه، قاعدتا باید فرمانده های آمریکایی رو بکشه، باید به پایگاه های آمریکایی در منطقه حمله مستقیم بکنه، پهبادی موشکی و بازی با ریسک بالا و خطرناک انجام بده، یا به خود تل آویو حمله بکنه، به خود اسرائیل حمله بکنه. این بازی با ریسک بالا و خطرناکه. خب طبیعتا جمهوری اسلامی اصلا در موقعیتی نیست که بخواد این کار رو انجام بده و نمیتونه این کار رو انجام بده. واکنش هم نمیتونست نشون نده چون به حال نوعی آبروریزی بود برای جمهوری اسلامی. پس حد وسط رو گرفت،
عراق و سوریه رو فکر میکرد که حمله میکنه جواب نمیده و جواب ندادن تا الان، ولی پاکستان فرق داره و همین حمله هم که حالا توضیح بدم، امروز صبح ببینید دوستان، واقعیت اینه، امروز صبح جنگنده های F-16 ارتش پاکستان تا عمق 50 تا 80 کیلومتری داخل ایران اومدن و اومدن حمله کردن به سراوان و چند تا روستای دیگه هم بوده، شمسر، سراوان، دزک و هنغ، و دست کم 7 موضع در داخل خاک ایران رو با پرواز تا عمق دست کم 50 تا 80 کیلومتری ایران مورد هدف قرار دادن و رفتن. برا گفتن پاکستانی ها که مواضع جبهه آزادی بخش بلوچ BLF و ارتش آزادی بخش بلوچستان BLA رو مورد حمله قرار دادن، ولی 10 تا کشته داده که 2-3 تا کودک هست، 4 تا زن هست اگر اشتباه نکنم، و 1-2 تا مرد. و اینا گفتن با وقاحت تمام که اینا غیر ایرانی بودن و این واقعا جای تأسف داره، واقعا جای تأسف هستش چنین اظهار نظری از سوی مقامات یک کشوری که دارن یک کشور رو مدیریت میکنن، یعنی صاحب این کشور خودشون رو میدونن. وای بر ما، وای بر ایران. و این اظهار نظر واقعا جز تأسف هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی شما اصلا ما کاری نداریم آیا این حرف داره یک مخالف میزنه یا نه، شما اصلا این حرف رو که گفتن غیر ایرانی بودن و اصلا حمله شده به داخل ایران با جنگنده های F-16، ببینید موشک زدن، پهباد زدن، یه نوع تجاوز به حال تو به کشور دیگه محسوب میشه قطعا به اون حریم هوایی پاکستان و تمامیت ارضی پاکستان به حال نوعی تجاوز ترقی میشه، ولی با جنگنده اومدن داخل ایران 50 کیلومتر تا 80 کیلومتر با خلبان تو عمق ایران اومدن زدن و رفتن و 10 نفر غیر نظامی رو کشتن و شما بشینی نگاه بکنی رو به هر جای دنیا و بعد بگی اینا غیر ایرانی بودن، در داخل خاک ایران بوده ولی میگن غیر ایرانی بودن، اینو شما به مقامات هر کشوری توی دنیا بگی، به هر کشوری توی دنیا بگی باور نمیکنه. اصلا ما گیریم این افراد غیر ایرانی بودن، اصلا اینا غیر ایرانی داخل خاک کشوره، در اون حریم هوایی کشور هستش، تمامیت ارضی شما نقض شده و این واقعا بسیار بسیار تأسف بار هستش. و اصلا شما چرا باید دست به این اقدام بزنید؟ این واقعا نمیخوام واژه بدی رو استفاده کنم ولی واقعا نوعی حماقت تلقی میشه این اقدام جمهوری اسلامی در تحریک و زدن یک کشوری که قدرت اتمی است. ببینید پاکستان یک قدرت اتمی منطقه است، یک قدرت اتمیه. اگر ما افراد یک مقدار حتی در مورد مثلا بحران کارگیل در سال 1999 و قبل از اون بحران بین هند و پاکستان یک ذره مطالعه کرده باشن، درصدی شناخت نسبت به این مسئله داشته باشن، هرگز خودشون رو درگیر با یک بازیگری که قدرت اتمی هست نمی کنن. این به این معنا نیستش که یک قدرت اتمی منطقی هر کاری در برابر ایران که قدرت اتمی نیست یا هر بازیگری دیگه توی منطقه میتونه انجام بده و طرف مقابلش هم میتونه ساکت باشه. نه، مسئله اینه که شما نباید تحریک بکنی یک قدرت اتمی رو. ما در دنیای واقعیت داریم زندگی میکنیم، این دنیای واقعیت دنیای روابط بین الملل هستش، اینا خطرناک این کارها. شما برید داخل یک کشوری که قدرت اتمی هست، یعنی گام اول رو شما برداری، گام اول رو برداری، حمله موشکی و پهپادی بکنی به داخل کشوری که قدرت اتمی است، واقعا نمیفهمم، یعنی غیر قابل درک این اقدامات جمهوری اسلامی، یعنی از دایره منطق و عقلانیت جمهوری اسلامی خارج شده، گویی به جنون، این اقدامات جنون‌آمیزه، نوعی جنون هست، بازی با جان مردم ایران است، خطر بسیار بسیار بزرگی رو متوجه ایران میکنه. قدرت اتمی میتونه هر کاری انجام بده با شما و شما نمیتونی کاری انجام بدی. نکته این نیستش که حتما پاکستان، خب واکنشش متناسب بود نسبت به اقدام جمهوری اسلامی،
مسئله این نیستش که این واکنش پاکستان، خب یه دیگه میگن که خب اگه کاری کرده خب قدرت اتمی باشه، یه واکنش متناسب نشون داد دیگه. نه، اینه که شما در برابر یک قدرت اتمی وقتی چنین بازی با ریسک خطرناکی انجام بدی، اون هر بلایی میتونه سرت بیاره و شما نتونی جواب بده، چون قدرت اتمیه. یعنی خودت اکسپوز میکنی، یعنی کاملا در برابر یک قدرت اتمی قرار میدی، میگی یک بازی با ریسک بالا انجام میدی و میگی که هر بلایی اگه خواستی بهش جا میدی، بهش فضا میدی. آپشنای مختلفی داره یک قدرت اتمی، تو هر کاری بخواد باید بکنه. الان پاکستان هر کاری بخواد میتونه با ایران انجام بده، هر کاری دلش بخواد، چون قدرت اتمیه. و به خاطر حسن همجواری و مسائل ها، روابط دوستانه که در طول 75 سال گذشته بوده، دیگه کاری نمیکنه. ولی شما باید خیلی آگاهانه و هوشمندانه اقدام بکنید. چه کاری بود که جمهوری اسلامی انجام داد؟ و حالا اینجا سناریوهای مختلفی وجود داره. یه سناریو این هستش که اینم بیشتر روایت جمهوری اسلامی هست، میگن که جمهوری اسلامی، خب یعنی بین جمهوری اسلامی و پاکستان نوعی زد و بند بوده، پشت پرده هماهنگ شده بوده، و چون هم پاکستان با یک سری بحران نمیشه گفت، نوعی چالش هایی در داخل و خارج روبرو هست، در داخل به خاطر اینکه انتخاباتی رو پیش رو داره و در خارج هم نسبت به منازعه خطرناکش با هند، خب الان شاید نیاز داشته که بخواد از فرصت استفاده بکنه که یک واکنش نظامی نشون بده. مثلا در مورد انتخابات که پاکستان همین فوریه آینده، یه ماه دیگه قرار برگزار بشه، میدونید این جنرال های کله‌گنده ارتش پاکستان، اینا غالبا حامی نواز شریف هستن. الان هم یه دولت موقت توی پاکستان بر مسند قدرت هستش. نواز شریف از حمایت نظامیان غالبا برخورداره، ولی این جنرال های ارتش پاکستان یک مقدار با اون عمران خان نخست وزیر اسبق پاکستان که آوریل 2022 برکنار شد، نوعی جنگ قدرت دارن. بنابراین یه احتمال این هست واقعا که پاکستان هم از این فرصت بخواد استفاده بکنه که اون ارتشی ها بیان یک اقدام نظامی انجام بدن با دو هدف، با دو انگیزه. یکی اینکه بیان دست اون نواز شریف حامیاش بالاتر بره تو اون منازعه جنگ قدرت داخلی برای انتخابات پیش رو، و اینکه یه جنگ و دندونی هم نشون داده باشن به هند که بگن ما اجازه تجاوزی به خاک کشورمون از طرف هند اگر قرار باشه یک منازعه داغ‌تر بشه نمیدیم. این دو انگیزه پاکستان میتونه باشه. پس یه سناریو اینه که هم جمهوری اسلامی هم که تکلیفش معلومه دیگه، یعنی محور مقاومت عملا داره به شدت تلفات میده، در داخل جمهوری اسلامی با بحران روبروست، بحران بقا هست، بحران جانشینی هست، بحران اقتصادی هست، بحران روابط خارجی هست، جنگ با حماس و اسرائیل متوقف نشده، آمریکا حوثی‌ها رو میزنه، اسرائیل اهداف بلند مدتی داره که ممکنه در داخل ایران اقدامات محدودی را انجام بده، کسی نمیدونه و تکلیف جمهوری اسلامی معلومه. پس اونم نیاز داشت که به این واکنش، به این اقدامات یه جور واکنشی نشون بده و به نوعی حالا زد و بندی طبق روایت جمهوری اسلامی، طبق ادعای جمهوری اسلامی یک زد و بندی انجام شده، که البته خود اینم واقعا یک اشتباه راهبردی بزرگ هستش. یا اینکه نه، یه سناریوی دیگه اینه که اصلا از بیخ و بن جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی شده بود و هیچ زد و بندی هم بین تهران و اسلام آباد نبوده، این یک خطای محاسباتی جمهوری اسلامی بوده، فکر کرده چون به عراق و سوریه میتونه حمله بکنه اونا چیزی نمیگن، پاکستان هم همینطوره، و چون در پاکستان هم نوعی ابهام سیاسی داریم، پاکستان ریسک نمیکنه جواب بده. ولی پاکستان، نکته ای که من تو لایف های قبلی دوستان خدمت شما گفته بودم، یادتونه که گفتم ما در روابط بین الملل میان بازیگران سلسله مراتب داریم، یعنی که جمهوری اسلامی جایگاه خودش رو در عرصه روابط بین الملل نمیدونه. این موقع کار دست ایران داده میشه که شما جایگاه خودتو ندونی. شما یک بازیگر منطقه‌ای هستی، در بهترین حالت ما فرض بگیریم که اینطور نیست، شما یک قدرت منطقه‌ای هستی، در بهترین حالت، در بهترین خوشبینانه ترین حالت بخوایم به جمهوری اسلامی آوانس بدیم، در دنیای واقعیت شما یه بازیگر منطقه‌ای هستی. ای کاش ما ابرقدرت منطقه‌ای بودیم. ما دوست داریم که ایران ابرقدرت منطقه‌ای، ابرقدرت جهانی باشه. اصلا چرا در منطقه مثلا ابرقدرت باشیم؟
ولی در دنیای واقعیت جمهوری اسلامی یه بازیگر منطقه‌ایه، پاکستان یک قدرت منطقه‌ای دارای بمب اتمه یا یه بازیگر منطقه‌ای اتمیه، نمیتونی باش گلاویز بشی. اگه باش گلاویز شدی هر بلایی سرت آورد احتمالش هست، هیچی هم نمیتونی بگی چون بمب اتم داره. و حتی در مورد مثلا بحران کارگیل که من اشاره کردم بین هند و پاکستان بوده، دوستان ریس اینه در اون بحران 1999 اینه که قدرت اتمی به هم رحم نمیکنن. یعنی این فکت است، واقعیت هست. شما اگر برید در مورد همین بحران کارگیل مطالعه بکنید، حالا پژوهشایی که انجام شده چه آکادمیک چه حتی به صورت رسانه‌ای، در 1999 خلبان‌های جنگنده‌های هند در حد 5 دقیقه تا 10 دقیقه فاصله داشتن که به یک پایگاهی که نواز شریف نخست وزیر اسبق، نخست وزیر وقت پاکستان به همراه پرویز مشرف فرمانده ارتش، فرمانده کل ارتش در اون زمان اونجا مستقر بودن، چند دقیقه فاصله داشتن که حمله بکنه. یعنی دست خلبان هلندی روی ماشه بوده که بزنه هر دو رو بکشه و یک جنگ اتمی رخ میداد بین این دوتا بازیگر. ریسک خیلی بالاه، با شما وقتی با یه بازیگری طرف هستی ریسک بالاست. بنابراین اینجوری جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایران رو وارد یک نوع بحران بکنه. و این فرض دومم که حالا گفته شدش که الان ما میگیم واقعا اشتباه محاسباتی هست، من فکر میکنم این احتمالاً واقعیت این باشه، یا این سناریو محتمل ترین سناریو اینه که جمهوری اسلامی چون میخواست وارد خارج بشه از اون دورای واکنش و عدم واکنش، حد وسط واکنش انتخاب میکنه، به عراق و سوریه حمله میکنه و به پاکستان هم سعی میکنه حمله بکنه با این پیش فرض که اونا جواب نمیدن. ولی وقتی که پاکستان در نتیجه اقدام نسنجیده جمهوری اسلامی فشار رو زیاد کرد، سفیر خودش رو فراخوند از ایران، بیانیه‌های رو صادر کرد، تهدید کرد و گفت که تبعات جدی اقدام جمهوری اسلامی خواهد داشت و میانجیگری چینم نتیجه نداد، اونجا جمهوری اسلامی دید عجب اشتباهی کرده و به نوعی توافق کرده پاکستان. چون پاکستان به نظر من گفته ما باید واکنش نشون بدیم، ما میزنیم، چون شما زدید ما باید بزنیم، ما باید بزنیم. و جمهوری اسلامی هم گفته بفرمایید داخل کشور بزنید، کجا رو میخواید بزنید داخل کشور. این واقعا میتونه یکی از همون محتمل ترین سناریو باشه، یعنی به بیان اغراق آمیز این هستش، ولی واقعا همینه. در داخل ایران توافق کردن که بیاید بزنید و به حریم ایران، به خاک ایران تجاوز بشه و جمهوری اسلامی هم این رو با چراغ سبز خودش اجازه تجاوز یک قدرت، یک بازیگر خارجی رو به داخل ایران داده. و این رو نگاه بکنید، جمهوری اسلامی که اجازه میده این کشورش تجاوز بشه، مگر اینکه الان جواب بده جمهوری اسلامی دیگه، یعنی قاعدتا یه تیت فور تات، این زده اون میزنه، جمهوری اسلامی هم زده، پاکستان یعنی پاکستان اول جمهوری اسلامی زد، پاکستان زده، حالا جمهوری اسلامی و بزنه دیگه، بزنه. الان بر اساس مبانی واقع بینانه خب الان تجاوز شده به کشور ایران، پاکستان تجاوز کرده، خب باید الان جمهوری اسلامی جواب بده. میتونه جواب فراگیرتری بده به یک بازیگری که قدرت منطقه‌ای هست؟ نه. خب این چه کاری بودش؟ چرا باید کشور رو در معرض چنین خطر بزرگی انجام داد؟ و الان به نظر میرسه که حتی تهدید ایران برای کشورهای منطقه هم بیشتر داره نمایان میشه. و این همون مخمسه است که من بهش بارا اشاره کردم که جمهوری اسلامی در این مخمسه گرفتار شده. دوستان این واقعا به وضوح داره دیده میشه. و اون تئوری زنجیره واکنش هم دقیقا همین مسئله رو میگه که جمهوری اسلامی نمیتونه بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک انجام بده، واکنش هم نشون نده ضعیفه، پس میاد حد وسط رو میگیره و این حد وسط هم نمیتونه مدیریتش بکنه و عملا به ضرر خودش تمام بشه و متاسفانه به ضرر ایران هست. و اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده واقعا خطرناک هست، حتی یعنی کاملا نسنجیده هست، اینه که به عنوان یکی از تبعات و پیامداش اسرائیل داره ماجرا رو
رصد میکنه، کل کشورهای منطقه دارن تحولات رو رصد میکنن. و وقتی که اسرائیل ببینه جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخ بده، یعنی اون ویکنس، اون ضعفش نمایان میشه، چون کارت یه قمار دیگه، جمهوری اسلامی یه قمار میکنه، یه اقدام بسیار بسیار نسنجیده، غیر عقلانی و غیر هوشمندانه، بدون در نظر گرفتن عواقب و دور نگری یک اقدامی رو انجام میده. این اینقدر ناشیانه انجام میشه که به ضرر خودش اثر بومرنگی داره، چون اونور اسرائیل داره تحولات رو رصد میکنه. اگر تصمیم راهبردی اسرائیل، اگر تصمیم راهبردی اسرائیل این باشه که بخواد در یک مقطعی با جمهوری اسلامی به طور جدی تر درگیر بشه، الان عملا جمهوری اسلامی اکسپوز کرده خودشو، کارتشو بازی کرده و نمیتونه اقدامی انجام بده، چون ضعیف است، سیگنال ضعف داده. این کار سیگنال ضعف بوده، به خاک ایران تجاوز شده و جمهوری اسلامی نتونسته جواب بده. این یه مسئله. مسئله دیگه، اون تهدید جمهوری اسلامی داره برای کشورهای منطقه فزاینده تر میشه. و من الان اینجا خواهم یه مسئله رو بهش اشاره کنم، اون بازی بزرگ خاورمیانه است و مجموعه تهدیدهایی که همین کشورهای منطقه رو مورد توجه قرار میده. و مسئله ایران، خطری که متوجه ایران هست. ببینید دوستان، تا قبل از هفتم اکتبر، یعنی اون حمله تروریستی حماس، منطقه داشت به تدریج به صورت خیلی آهسته و محتاطانه به سمت یک صلح سرد پیش میرفت، نه صلح دائمی یا پایدار، cold peace، یه صلح سردی، یعنی به سمت شکل‌گیری یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه پیش می‌رفت. یعنی دقیق‌تر بخوام بگم، به سمت یک نظم جدید امنیتی در منطقه، که اونم در سایه عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل بود. این دقیقاً برنامه آمریکا هم بود که این عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو شکل بگیره. آمریکایی که اولویت‌های راهبردی بسیار کلانتر و مهمتری داره، مثل جنگ روسیه و اوکراین، خود مهار روسیه و مهمتر مسئله مهار چین و اون تمرکزش به آسیای شرقی، بتونه به تدریج از منطقه مسئولیت‌ها و تعهدات امنیتی نظامی خودش رو کم بکنه، نه اینکه خارج بشه به طور کامل. ببینید، بعضی از متأسفانه برخی از هم قطاران ما، تحلیلگران یا یه عده‌ای میان میگن خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه. این اصلا دقیق نیست. آره، آمریکایی‌ها هم توی متون روزنامه‌نگاری هم میگن withdrawal یا exit، American exit یا withdrawal. اینا غلطه، اینا دقیق نیست. دقیق ترین عبارت در متون آکادمیک و اون متون سیاست‌گذاری، کاسته شدن از تعهدات و مسئولیت‌های نظامی و امنیتی آمریکا نسبت به شرکای منطقه‌ای خودشه. به تدریج کم می‌کنه از شمار نیروهاش، نه اینکه آمریکا فردا یا یه سال دیگه، دو ماه دیگه تصمیم بگیره که با کولر رو بذارن، کولر همه کولر رو بذارن پشتشون، منطقه خاورمیانه خارجشون برن بدن تحویل جمهوری اسلامی و بقیه اشرار منطقه‌ای، این شبه نظامی‌ها. نه، حالا کاری ندارم. منظورم این که آمریکا هم از این پروسه عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل حمایت میکرد، چون میخواست به اون موازنه قوای درونزای منطقه‌ای در خود خاورمیانه برسه. جمهوری اسلامی با حماس زد این کلا معادله رو به طور موقت به هم زد، زد روی میز، میز رو کلا به هم زد در نتیجه اون حمله تروریستی، برای اینکه نمیخواست که عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل شکل بگیره، چون جمهوری اسلامی که بر اساس تئوری آشوب در عرصه روابط بین الملل فانکشن و عمل میکنه، که اینم ملهم از اون دکترین آشوب روسی هستش، نمیخواد موازنه قوای درونزای منطقه‌ای با کشور منطقه شکل بگیره. نمیخواد جمهوری اسلامی این نظم امنیتی جدید منطقه‌ای با مشارکت بازیگری به نام اسرائیل شکل بگیره. یعنی این مسئله بود، یعنی این پشت اقدامات جمهوری اسلامی این هستش. و حالا یه لحظه دوستان، اوکی،
و اومد جمهوری اسلامی به جای اینکه اون پروسه عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل شکل بگیره، اومد مسئله غزه رو بولد بکنه با این کارش، یعنی اجندا ستینگ بکنه به لحاظ رسانه‌ای، اینو بزرگ بکنه، بیاره به مسئله اولویت دار یا اولویت دارترین مسئله خاورمیانه دوباره بیاره روی میز، به جای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل، به جای اینکه اسرائیل بیاد توی یک سازوکار امنیت منطقه‌ای دخیل بشه، ادغام بشه که به ضرر جمهوری اسلامی هستش، و دست به یک اقدام خیلی ساده لوحانه زد. بله، اومد دست به یک اقدام خیلی خطرناک و ساده لوحانه زدش، و امید جمهوری اسلامی این بودش که با که خیابان ها در لندن، نیویورک، پاریس و بقیه جاها مانع از جنگ، ادامه جنگ حماس و اسرائیل میشه، که این عملا انجام نشد. انتظارش و پیشورزش هم این بود که با کارت نیابتیاش که بازی بکنه، فشار میاد روی آمریکا و آمریکا هم روی اسرائیل فشار میاره و کلن جنگ متوقف میشه. اینم بازی، کارتش بازی، کارت بازیش عملا نتیجه نداد. این کارتی که بازی کرد تا الان تو طول سه ماه گذشته، قرار گرفت در دورای واکنش و عدم واکنش، ضربات رو از طرف آمریکا و اسرائیل متحمل شد، کارتاشو بازی کرده بود جمهوری اسلامی، عمده ترین کارتاشو بازی کرده بوده و به هدف راهبردی اصلی خودش نرسیده بوده. اینجا جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که خودش به طور مستقیم وارد بشه، یعنی قبل از همین اقدام جمهوری اسلامی در حمله به عراق، سوریه و پاکستان، این نیابتی های جمهوری اسلامی بودن که غالبا جمهوری اسلامی داره مینداخت جلو که ناامنی ایجاد بکنن توی منطقه، از جمله حوثی ها و بقیه شبه نظامی ها تو عراق و سوریه و حتی حزب الله تو لبنان. ولی چون تو اون دورایی قرار گرفت، خودش این بار مستقیم وارد شد. پس این حرکت جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و پاکستان اولین اقدام مستقیم جمهوری اسلامی هستش، خودش وارد شده برای اینکه بخواد این جریان رو پیش ببره. و حالا مسئله کلیدی اینه، آنچه که رخ داده همین تحرکات خطرناک جمهوری اسلامی، همین وارد شدن خودش در این وضعیت پرآشوب منطقه‌ای، ناشی از اینه که دولت بایدن، نکته که بارها اشاره کردم، دولت بایدن نمیخواد در برابر جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی. این اتفاقی که در خاورمیانه افتاده، این آشوبه که ما میبینیم، و چون الان دیگه منطقه روی انبار بارود قرار داره، این در واقع محصول سیاست‌های غلط دولت بایدن در منطقه خاورمیانه هست. خیلی از کشورهای منطقه هم فکر میکنن که الان خیلی از کشورهای منطقه فکر میکنن که چون جمهوری اسلامی با آمریکا توی جدال هستش، با این اقداماتی که میکنه برای ناهمسازی منطقه‌ای، جنگ بین حماس و اسرائیل متوقف میشه، اسرائیل دیگه جنگ رو نمیتونه ادامه بده. که من اینو استدلال کردم که اسرائیل این جنگ رو بر اساس دکترین امنیتی و نظامی خودش، بر اساس دکترین امنیتی و نظامی خودش قاعدتا باید ادامه بده، no matter what، به هر قیمتی. این تحلیل من، این حرف من بر اساس الزامات سلیقه‌ای نیست دوستان، این حرف سلیقه‌ای نیست، این یه موضع‌گیری من نیست، الزامات مندرج در دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل که از زمان بن گوریون به این ور تبیین شده، ایجاب میکنه که اسرائیل تحت هر شرایطی، به هر قیمتی، دکترین امنیتی نظامی اسرائیل، این جنگ رو ادامه بده. اگر ادامه نده و به اهداف راهبردی کلانش نرسه، یعنی تضعیف حداکثری حماس یا از بین بردن قوای نظامی حماس، یکی از اینها، آزاد کردن گروگان ها و ایجاد واقعیت جدید امنیتی در غزه در فاز اول، اگر به این نرسه و در فاز دوم حزب الله رو نتونه به صورت حداکثری از نظر قوای نظامی تضعیف بکنه یا از بین ببره، و در فاز نهایی اگر نتونه سر اختاپوس رو بر اساس اون دکترین امنیتی و نظامی خودش
اون رو هم تضعیف بکنه یا از بین نبره، اسرائیل به شکست راهبردی در واقع برخورده، متحمل این شکست راهبردی شده. من استدلالم این استش که اون شناخت من، اون پژوهشایی که من انجام دادم، درک من از اون دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل اینطور هستش که احتمالاً اسرائیل این جنگ رو ادامه خواهد داد تا به اهداف راهبردی خودش برسه. دست کم باید به اون عمده ترین اهداف راهبردی خودش برسه، چون اگر نرسه اسرائیلی ممکنه در 20 سال آینده 30 سال دیگه واقعا وجود نداشته باشه. این خطری که اسرائیل باش روبرو هست یک خطر موجودیتی است که کشورهای دیگه این رو در موقعیتش نیستن، نبوده و نیستن و ممکنه به اندازه خود اسرائیل درک نکنن. بنابراین یک تحلیلگر، یک پژوهشگر که رئالیست باشه، وابسته به جایی نباشه، رئالیست محض، من سعی میکنم کاملا رئالیستم، باید بتونه خودش رو در جای اون بازیگر مقابل قرار بده، یعنی خودش در جای اسرائیل قرار بده، از نگاه اون به معادلات نگاه بکنه. و این به معنی نیستش که هر چی که اون بازیگر داره انجام میده درسته یا غلطه، این واقعیات هست. بنابراین اینجا خب من فکر میکنم که اسرائیل هم این نبرد رو ادامه خواهد داد و خیلی از کشورها فکر میکنن که الان جمهوری اسلامی در نهایت اقداماتش منجر به میشه که اسرائیل جنگ متوقف بکنه. من پیشگو نیستم، ممکنه اتفاقات عجیب و غریبی هم بیفته توی دنیای واقعیات که قابل پیش بینی نیستش و یک آتش بس موقتی، نمیدونم آزاد شدن زندانیان، یه وقفه پیش بیاد. اسرائیل این انتخاب رو داره که همین الان هم جنگ متوقف بکنه. It's their choice. It's up to them. با تکلیف با اوناست. یعنی انتخاب با اوناست. گزینه هر گزینه‌ای دارن. ولی این کارو بکنه، من مطمئن باش میگم اسرائیل شکست راهبردی خوره. چون به این هدف راهبردیش بر اساس الزامات دکترین امنیتی و نظامیش نرسیده. تعارف ما نداریم تو روابط بین‌الملل، تو تحلیل با کسی. به خصوص اگه ما بیشتر نگاه رئالیستی داشته باشیم. بنابراین الزامات اینطوری به ما میگه و برخی فکر میکنن که حالا این جنگ تموم، جمهوری اسلامی باعث میشه که جنگ متوقف بشه و تموم بشه. نکات پایانیم، اما الان چون آمریکا نمیخواد این بازدارندگی رو ایجاد بکنه، ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی بیشتر دست به این اقدامات خطرناک میزنه، در حالی که آمریکا باید بتونه توی منطقه خاورمیانه نقش فعالتری رو ایفا بکنه، نه فقط در برخورد با جمهوری اسلامی، تهدید جمهوری اسلامی، بلکه حتی در مورد مسئله فلسطین و اون فلسطینیان و اسرائیل توی کلیت منطقه خاورمیانه باید بتونه نقش فعالتری ایفا بکنه و در مهمترین فاز باید آمریکا بتونه بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه. اگر نکنه منطقه درگیر آشوب‌های فراوان‌تری خواهد شد و اینو هزینه‌شو ایران باید بده. یعنی ایران در معرض خطره، چون جمهوری اسلامی دائما اسکلیت میکنه، تشدید تنش میکنه و ایران دچار خطر بیشتر میشه. یعنی کار دست این کار دولت بایدنی که داره کار دست به نوعی کار دست ایران میده، در حالی که اگر یک قدرتی، یک بازیگری مثل آمریکا بیاد اینجا بازدارندگی حداکثری رو ایجاد بکنه در برابر خود جمهوری اسلامی، این اتفاقات نمیفته. ولی مجموعه اقدامات دولت بایدن داره جسورتر میکنه جمهوری اسلامی رو. من این مسئله بازدارندگی رو با آنها بهش اشاره کردم. من یه عده‌ای میگن که خب چیکار باید بکنه؟ خب شما باید بیای بتونی سیگنال بازدارندگی قوی بدی، باید بتونی به حوثی‌ها با حملات بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر اینا رو متوقف بکنی که حمله نکنن، که این سیگنال داده بشه. کاست داره این اقدام برای جمهوری اسلامی. باید بفهمه جمهوری اسلامی یا خود این نیروهای شبه نظامی که از یه جایی به بعد هزینه داره برای این بازیگر، یعنی جمهوری اسلامی. نمیکنه دولت بایدن این کار رو، این اشتباه راهبردی است. و همین اتفاقا عدم تمایل دولت بایدن برای تثبیت بیشینه بازدارندگی فقط به ضرر یکی دوتا کشور نیستش، به ضرر ایران نیست. کشورهای این اقدام دولت بایدن باعث شده که تهدید جمهوری اسلامی بیشتر بشه برای خود کشورهای منطقه. سند این مسئله، یعنی همین حملات جمهوری اسلامی به پا
پاکستان، عراق و سوریه داره میگه این رو که تهدید جمهوری اسلامی به خاطر عدم تمایل دولت بایدن برای تثبیت پیشینه بازدارندگی باعث شده که جمهوری اسلامی به کشور منطقه حمله بکنه. مگه به آرامکو حمله نکرد؟ مگه در سپتامبر 2019؟ الان تقریبا جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه حمله کرده، فقط ترکیه مونده که حالا عضو ناتو، ولی یا جمهوری آذربایجان مونده. تقریبا حالا کشور عمده منطقه رو دارم بهش اشاره میکنم، یعنی یه بازیگری توی منطقه داره به همه کشورها حمله میکنه و دولت بایدن هم توی اونجا تو کاخ سفید نشستن واقعا ضعیف داره عمل میکنه. آمریکا برای منافع خود آمریکا، نه اینکه ما انتظار داشته باشیم دولت آمریکا یا هر بازیگر خارجی دلش برای مردم ایران بسوزه، خب قطعا اینطور نیستش. اونا مسلما ترن برای مردم ایران خود نخواهن که، به دنبال منافع خودشون هستن. ما اینقدر ساده لوکی نیستیم حالا مثل اون سمپاتای جمهوری اسلامی، ولی برای منافع، به ضرر منافع خود آمریکاست، به ضرر پرستیژ آمریکاست، به ضرر قدرت آمریکاست، به نفع چین و روسیه است این کارها، به ضرر اهداف راهبردی کلان آمریکا برای مهار چینه، به ضرر منافع کشورهای منطقه است. الان کشورهای منطقه مورد تهدید الان واقع شدن توسط جمهوری اسلامی، باید بتونی بازدارندگی ایجاد بکنی. این دیگه بیسیک ترین اصول روابط بین الملل چقدر مماشات. من کاری ندارم مثلا، من لازم اون المان های واقع گرانه روابط بین الملل نگاه میکنم، متوجه نمیشم رفتار دولت بایدن رو، اصلا قابل فهم نیست، خیلی دولت ضعیفه. اینجوری که پیش بره دولت بایدن، هم در انتخابات بایدن شکست میخوره و میگم خیلی عجیب و غریبه. وقتی میگم بازدارندگی، یعنی یه دیگه میگن خب الان باید حمله بکنه آمریکا به ایران، نه حمله نیست. شما آمریکا اونقدر قدرت داره که حتی با لفظش میتونه این بازدارندگی بیشینه رو تعدی ایجاد بکنه. یه رد لاین، یه کلامی که آقا این حد و اینقدر دیگه بسه. یه اقداماتی علیه حوثی‌ها به طور فراگیرتر، 4 تا رادار رو زدن و 4 تا موشک لانچر موشک رو زدن که بازدارندگی حد اکثری ایجاد نمیکنه. و این خودم گفت، الان اینو اشاره کردم، به هر حال ولی این اقدام جمهوری اسلامی نوعی سیگنال برای اسرائیل هم هست. یعنی من فکر کنم اسرائیل در یه مقطعی هم به خاطر عدم تمایل دولت بایدن به ایجاد بازدارندگی و هم به خاطر بیشتر تشدید تنشی که داره جمهوری اسلامی انجام میده و نمیتونه پاسخهای متناسب نشون بده، یه فضایی به وجود میاد برای اسرائیل از لحاظ راهبردی که بتونه در فازهای بعدی اقدامات خودش یک نبرد جدیتر با جمهوری اسلامی بشه. این احتمالش هست و اینم به خاطر این نیستش که ما بخوایم از اسرائیل چنین اتفاق بیفته. خود بازی‌های نسنجیده، غیر هوشمندانه، غیر عقلانی و غیر واقع بینانه جمهوری اسلامی، همین حملهش به پاکستان و نتونستن واکنش نشون ندادنش و به طور اینکه به خاک کشور تجاوز شده نمیتونه این کار انجام بده، این یعنی به نوعی خود سیگنالی به پاکستان، به اسرائیل به طور غیر مستقیم از طرف جمهوری اسلامی، بدون که خودش بخواد، که اسرائیل میتونه بیاد در داخل ایران اقداماتی رو انجام بده و بره به صورت محدود. ما نمیخوایم. خود بازی جمهوری اسلامی اینجوریه که ایران رو در برابر حملات بازیگران خارجی قرار میده. بنابراین این حرفا رو تو دهان ما نندازید. الان ثابت شد که وطن فروش کدوم بازیگر هست دیگه. از این وطن فروشی، یعنی وطن فروشی دیگه چیه؟ به جنگنده F-16 ارتش پاکستان صبح روز روشن میاد 50 متر تا 80 متر در عمق خاک ایران حمله میکنه، زن و بچه ایرانی رو میکشه، میره. کی وطن فروشه؟ یه مقدار باید واقع بین باشیم، یه مقدار باید مسائل رو بدون تعصب، بدون اون بیشتر طیف چیز رو دارم میگم که بدون عقده، بدون کینه اینا باید بررسی بکنیم، چون مسائل علمی هستش. و وقتی من از این آخرین نکته، وقتی از بازدارندگی دارم صحبت میکنم، یه عده میگن که حالا باید حمله بشه. نه، ببینید، توماس شیلینگ که نظریه پردازه، یعنی پیر استاده یا پیر نظریه بازی هاست و تئوری بازدارندگی در روابط بین الملل، دوستانی که روابط بین الملل خوندن میدونن توماس شیلینگ کی هست و چقدر مورد احترامه و تمام کتابهاش
در تمامی دانشگاه جهان در رشته روابط بین الملل تدریس میشه، کورس بوک هستش، کتاب هستش، شما باید این مطالب تامس شیلینگ رو بخونی، امتحان باید بدی و سیاست گذاری خیلی از کشورهای جهان، ابرقدرت مثل آمریکا و کل این بازیگران منبعث از یه سری افکار و ایده های تامس شیلینگ هستش. تامس شیلینگ در تعریف مفهوم بازدارندگی، دوستان الان اینو بگی میگن شما وقتی صحبت بکنید در مورد بازدارندگی یا اقدام نظامی محدود علیه مواضع نظامی خاص به عنوان یک سناریو در دنیای واقعیات، نه اینکه من بخوام توی این فرایند کنش و واکنش مسیری که جمهوری اسلامی داره میره جلو یه شکلی اکسپوز میکنه خودش در برابر یک حمله بازیگر خارجی، میتونه فرصتی برای مردم ایران باشه، میتونه نباشه، ما نمیدونیم، ولی این دست اسرائیل الان میتونه بازتر باشه که بخواد اقداماتی انجام بده به خاطر خود ناشیگری جمهوری اسلامی. و وقتی میگیم بازدارندگی آمریکا موجب میشه که منطقه دچار به این جنگ ابعاد خطرناکتری پیدا نکنه اتفاقات در منطقه، این لزوم ایجاد بازدارندگی هست و حتی شده اقدام نظامی فراگیر علیه حوثی‌ها و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی، یعنی حمله نظامی بزرگ آمریکا به مواضع حوثی‌ها و مواضع نیروهای شبه نظامی در منطقه با قدرت بسیار بالا. این رو الان من بگم آقا این جنگ میخواد بکنه، این دنبال جنگ تو منطقه است. حالا ببینید تامس شیلینگ چی میگه. ببین وقتی شما اون ادعی به اصول بیسیک روابط بین الملل آشنا نباشن و وقتی که یک سری افراد ناشی اون بخوان به مسائل جدی و خطرناک تو عرصه روابط بین الملل بپردازن، همین میشه، همین وضعیت کشور میشه. توماس شیلینگ میگه این تهدید به یکی از مهمترین جملات توماس شیلینگ هستش برای ایجاد بازدارندگی، میگه این تهدید به آسیب جدی زدن یا اعمال خسارت بیشتر است که باعث تسلیم شدن یا تمکین دشمن میشه. این خشونت پنهان latent violence، این خشونت پنهان هست که منجر به تاثیرگذاری برای انتخاب، تاثیرگذاری روی انتخاب و گزینه‌های دشمن میشه و در نهایت موجب ایجاد بازدارندگی میشه. این جمله پدر نظریه بازی‌ها و استاد بازدارندگی در جهان هستش، یعنی اون تئوری بازدارندگی. من حالا انگلیسیش هم میخونم، این در کتاب، این جمله تامس شیلینگ در کتاب The Strategy of Conflict وجود داره. میبینید It is the threat of damage، اون هایلایتی که کردم من الان میخونمش انگلیسیش هم که بگم من با منبع و سند صحبت میکنم. آقای تامس شیلینگ برای اعمال بازدارندگی در عرصه روابط بین الملل میگه It is the threat of damage or of more damage to come that can make someone yield or comply. It is latent violence that can influence someone's choice, whether it is sheer terroristic violence or cool premeditated violence. It is the expectation of more violence that gets the wanted behavior, if the power to hurt can get it at all. In Hindustan, more violence, خشونت بیشتر در عرصه روابط بین الملل. بنابراین دولت بایدن نمیخواد این کار رو انجام بده و این مسئله برمیگره به همون مماشات واشنگتن با تهران که این به ضرر مردم ایران هستش و باعث میشه که به ضرر کشورهای منطقه هم تمام بشه. فقط تصور نکنید کشورهای منطقه، تصور نکنن که اگر آمریکا از منطقه بره چون نوعی ناامنی سازی رو ناامن میکنه منطقه رو، که آمریکا نفوذ هژمونیکش کم بشه، در نهایت آمریکا از منطقه به گفته اونا خارج بشه یا شمار نیروهاش کمتر بشه، روسیه و چین به تدریج نفوذشون گسترده بشه توی منطقه خاورمیانه و بعد آمریکا بره منطقه خاورمیانه، روی آرامش خواهد دید. این کاملا اشتباهه. عدم تمایل دولت آمریکا برای ایجاد بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی و عدم برخورد قاطعش با بازیگری مثل جمهوری اسلامی به ضرر مردم ایران هست، به ضرر تک تک کشورهای منطقه است.
و اگر کشورهای منطقه و خود آمریکا تلاششون روی مهار حداکثری جمهوری اسلامی یا کلا اصلا ریشه کن کردن، یعنی فراهم آوردن زمینه‌های تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی یا سرنگونی جمهوری اسلامی نباشه از لحاظ راهبردی، خود کشورهای منطقه در یک مقطعی آسیب جدی خواهند دید. پاکستان فکرش هم نمیکرد شاید امروز مورد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار بگیره. این از من گفتن بر اساس کاملا دارم علمی بحث میکنم به صورت آکادمیک و بر اساس فکت ها. اونم گفتم که چه اظهاراتی در مورد این مسئله تو متون آکادمیک شده. دیگه انتخاب با خود آمریکاست، انتخاب با کشورهای منطقه است. در تحلیل نهایی، تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست، منطقه خاورمیانه به هیچ وجه امکان نداره که روی آرامش و صلح رو ببینه. امکان نداره. ربطی هم به نبرد اسرائیل با حماس نداره. اینکه مشکل رو ما فکر کنیم اسرائیل هستش که الان داره نبرد میکنه، منطقه پرآشوب شده، یعنی جنگ حماس و اسرائیل همین الان متوقف بشه، الان جنگ اسرائیل و حماس متوقف بشه، منطقه خاورمیانه به صلح و ثبات و امنیت سوق پیدا خواهد کرد. اینا به هیچ وجه علمی نیست، اینا متعصبانه هست، اینا دیدگاه های سیاسی هست بدون ارزش علمی و فاقد اعتبار هستش. و در نهایت سیر تحولات به ما نشون خواهد داد که حرف چه کسی، یعنی اون تحلیل چه کدوم تحلیل درست هست، یعنی با واقعیات تطابق داره. باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در روزها و هفته های آینده. ولی واقعا منطقه روی انبار باروت، ایران روی انبار باروت قرار داره. من نمیدونم واقعا چه اتفاقاتی ممکنه برای ایران رخ بده، ولی به هر حال واقعا اوضاع خطرناک هستش. و باید ببینیم که آمریکا در طول روزها و هفته های آینده چیکار خواهد کرد. یعنی داره آمریکا حاضره که اسرائیل آسیب ببینه، یعنی از نگاه آمریکایی‌ها، یعنی این دولت بایدن حاضر اسرائیل آسیب ببینه، یعنی حماس از بین نره به طور دقیق، در حزب الله براش اتفاقی نیفته، جمهوری اسلامی جلوش بازدارندگی حداکثری رو ایجاد نکنه، حاضر دولت بایدن این کار رو بکنه، ولی به جمهوری اسلامی نگه This is the red line، این خط قرمز دیگه. این فاجعه است برای منطقه، این واقعا برای منطقه فاجعه است. سیر تحولات هم دقیقا داره به ما نشون میده که ما به سمت اینو تنش فزنده داریم میریم و ربطی هم به جنگ حماس و اسرائیل نداره. اوکی، الان جنگ اسرائیل و حماس هم متوقف شه، فردا جنگ اسرائیل و حماس متوقف شد، چه اتفاقی میفته؟ چه مثلا منطقه به سمت آرامش و صلح خواهد رفت؟ نه. چرا؟ چون باز هم اگر یک سناریویی باشه که بخواد آمریکا در نظر داشته باشه، اونم عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، به هر حال آمریکا اینو میخواد. آیا باز جمهوری اسلامی میذاره این واقعیت جدید امنیتی تو منطقه شکل بگیره؟ نه. پس این جمهوری اسلامی است که مانع صلح و ثباته. عربستان میخواد تو منطقه ثبات باشه، منافعش ایجاب میکنه که ثبات باشه. اسرائیل میخواد تو منطقه ثبات باشه، ترکیه میخواد تو منطقه ثبات باشه، چین میخواد، حتی روسیه هم تا حدی میخواد که ثبات باشه. جمهوری اسلامی نمیخواد ثبات باشه. و این واقعا غیر قابل فهم از رفتار دولت بایدن. خب دوستان عزیز، من خیلی خوشحال میشم بتونم به پرسش عزیزان پاسخ بدم. اگه حالا انتقادی هست به صحبت من مطرح بکنن، اگرم نکته هستش که به ذهنشون میرسه حتما با من در میون بگذارم، ببینیم واقعا به اصطلاح چه وضعیتی رو ما پیش رو خواهیم داشت. بله، من یک نظرسنجی گذاشته بودم که اونجا گفته بودم آیا این هماهنگ شده است یا اشتباه محاسباتی. من فکر میکنم همون اشتباه محاسباتی هست. توافقی که کرده، اگه توافق و هماهنگی باشه، نوعی رسوایی برای جمهوری اسلامی، یعنی هماهنگی و توافق با دولت پاکستان بوده که بیا بزن داخل ایران رو، چون دیدن که نه، اینا واقعا جدی هن، میخوان یک اقدام نظامی نشون بدن و کوتاه نمیان. من
من بازم به همه دوستان سلام میگم و ازشون ممنونم که با من همراه هستن. گفتن که تا کی اینها آقای پاینده ایرانم تا کی میخوان به پای خودشون شلیک کنن. به هر حال تا زمانی که دولت بایدن اینجوری رفتار میکنه اونا هر اقدامی رو تو منطقه انجام میدن و اتفاقا ممکنه بیشتر هم بکنن این اقدامات خودشون رو، یعنی تا زمانی که این جنگ حماس و اسرائیل در جریان هستش در تحت لوای این نبردی که بین اسرائیل و حماس هستش به بهونه این سعی میکنن که این اقدامات تنش‌زا رو تو منطقه انجام بدن. خب خودشون که در داخل ایران نیستن، مردم عادی در داخل ایران هستن و ببینید چه یک بازیگری چرا نباید جایگاه خودش رو در اصل روابط بین‌الملل بدونه که با یه بازیگر اتمی درگیر بشه و تحریکش بکنه. یعنی این رو شما به یک دانشجوی سال اول روابط بین الملل بگی این متوجه نمیشه، مگه همچین بازیگری در روابط بین الملل وجود داره؟ اینقدر بیعقله که شما خودت در برابر یک قدرت اتمی بخوای تحریکش کنی که یک واکنشی در برابر شما انجام بده. مردم ایران چه گناهی کردن؟ مردم ایران چه گناهی کردن که بخواید کشور رو در معرض یک جنگ بزرگ یا ریسک یک جنگ بزرگ قرار بدید؟ مگر جونشون رو مردم از سر راه بردن؟ گفتن که آقای ممکنه ایران آمریکا ایران رو مثل لیبی کنه که بمبارانی هوایی کردش و بعد مردم شورش کردن و قذافی سرنگون شد و کشته شد؟ دوستان نسخه لیبی لزوما دلیل نمیشه که روی ایران کار بکنه و من اصلا فکر نمی کنم دولت آمریکا دست کم دولت بایدن چنین برنامه‌ای رو برای ایران داشته باشه. این دولت بایدن تا الان پترن رفتاریش نشون میده که غالبا اون کفه ترازو به سمت مماشات داره میچرخه. اسرائیل رو نمیگم، کفه ترازو توی پترن رفتاری دولت بایدن به سمت مماشات میچرخه. یه سری واکنش‌های نظامی هم نشون میده که مؤثر نیست برای اون تثبیت بازدارندگی. اما حملاتی که به الان 4 دور حمله کرده به حوثی‌ها، میاد لانچر رو میزنه یا اونام دوباره حملهشون رو ادامه میدن. الان کمپانی های نکست، کمپانی تسلا، کمپانی ایکیا، اینا محموله هاشون دیر به مشتریان میرسه. مسئله این گاز الینجی قطر متوقف شده ارسالش و خود کمپانی شیل، بزرگترین کمپانی نفتی بریتانیا، گفته ما دیگه محموله هامون رو نمیخوایم، وارد تعلیق در آورده ارسال محموله های خودشو. خب این امنیت جهانی رو به خطر میندازه. واقعا چه خبره بین قدرت های بزرگ و آمریکا؟ غیر قابل درک هستش. بازم نمیشه به صورت 100% نتیجه گیری کرد، ولی دولت بایدن به نظر من فعلا انگار داره فکر میکنه که حتما اون ور باید جنگ حماس اسرائیل متوقف بشه، ما کاری به جمهوری اسلامی نداشته باشیم. یعنی میخواد اسرائیل رو بشونه سر جاش دولت بایدن تا منشأ ناآرامی و بی‌ثباتی یعنی جمهوری اسلامی رو. و اینم یکی از این اتفاقات عجیب و غریب هست که کلن با حق جدا نمیاد. من اسرائیل رو نمیدونم، گفتم اسرائیل به لحاظ راه بردی مجبوره بر اساس دکترین امنیتی و نظامی خودش با خود جمهوری اسلامی در یک مقطعی به صورت جدیتر مقابله بکنه. و الان هم مسئله اتمی خیلی مهمه دوستان. این کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده در پس پرده ما با مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی هم باید دقت بکنیم. یعنی الان طبق گزارش مؤسسه آیسنس که دیوید آلبرایت منتشر کرد، گزارش رو اخیرا فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، الان بر اساس اون گزارش جمهوری اسلامی با تولید بمب اتم فقط یه هفته یعنی زمان داره، یه هفته طول میکشه تا مواد لازم برای ساخت بمب اتم رو اینو بتونن تولید بکنن. اینقدر وضعیت خطرناک است. اونم یه فاکتوره که میتونه آمریکا رو مجاب بکنه که برخورد جدی‌تری با جمهوری اسلامی انجام بده. ولی خب جمهوری اسلامی با این کارت اتمیش سعی میکنه بیشتر به عنوان کارت امتیازگیری استفاده بکنه. گفتن تنش پاکستان و اسرائیل به نفع روسیه نیستش.
هر گونه تنش کنترل شده تو منطقه به نفع روسیه هستش و قطعا فکر میکنم اینم میتونه تا حدی به نفع روسیه باشه، چون تنش وقتی که زیاد بشه تا حدی بین حالا جمهوری اسلامی و پاکستان و اون طرف هم بین پاکستان و هند چین بخواد این واو بشه، به نوعی لزوما به ضرر روسیه نیستش و میتونه تمرکز رو از جنگ اوکراین معطوف بکنه به سمت تحولات در داخل منطقه. این گفتن آقای ایتیست گفتن که چرا دفاع موشکی پاکستان موشکای ایران رو رهیابی نکرد. این سوال واقعا مهمه که من خیلی بهش فکر میکنم چرا این کارو نکرده. اتفاقا یکی از عواملی که من فکر میکردم که نکنه یک زرد و بندی پشت پرده باشه همین مسئله هست، ولی من نمیدونم چرا دفاع موشکای ایران رو رهیابی نکرد، یا شاید پدافند موشکی پاکستان نتونسته موشکای ایران رو رهگیری و ساقط بکنه. اینم یه احتمال هست. گفتن که آقای حمیدرضا دولتی فکر کنم بازنده این درگیری ایران و پاکستان بلوچ ها هستن. بله دقیقا بلوچ ها قربانی هستن و همواره از کارت همین بلوچ ها به عنوان کارت بازی از سوی هر دو طرف استفاده میشه، چه طرف پاکستان چه طرف جمهوری اسلامی. گفتن خب اتمی پاکستان که اتمیه، خب اینم یه کلمه زشتی گفتن. یعنی چی اتمی؟ اتمی این دوست ما مثل که متوجه نیست که بیسیک ترین چیزهای رابطه بین الملل. برید با قدرت اتمی، حتما توصیه میکنم همین این شب این دوستی که اینجا این مطلب رو نوشته که حالا کیه پاکستان چه قدرتی، من توصیه میکنم همین اگر این اصطلاح درسته خب همین امشب حملات موشکی بسیار بسیار گسترده‌ای رو انجام بده به داخل خاک پاکستان. من مسئولیت بعد اتفاقی که افتاده بر عهده نمیگیرم. بزنید اون پاکستان قدرت اتمی چیزی نیستش که بزنید. جمهوری اسلامی در مخمصه است دوستان، در مخمصه است. اون تئوری زنجیره واکنشی که مطرح کردم دقیقاً تا الان من ادعا نمی کنم که ابد به طور ابد، تا الان داره کار میکنه و این فعل و انفعالات کاملا بر اساس تئوری زنجیره واکنش قابل تعریفه و این مخمصه جمهوری اسلامی بر اساس اون تئوری قابل تعریفه. نمیتونست جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به اسرائیل، قضیه اینه. جمهوری اسلامی نمیتونه به آمریکا و اسرائیل پاسخ مستقیم بده. سر سوریه و عراق و پاکستان داره این واکنش رو خالی میکنه و با مردم ایران، یعنی هم مردم ایران و هم کشورهای همسایه. دوستی گفتن که فرانک این حماقت و نادانی محض و تبدیل کردن همسایه دوست به دشمن دقیقاً تبعات بدی رو بر روابط ایران و پاکستان میتونه داشته باشه. چه دلیلی وجود داره که ما روابط خودمون رو بخوایم با پاکستان به هم بزنیم؟ میخوای این با یک اقدام نسنجیده قابل فهم نیستش. بله اون گفتن آرپی اون زمان شاهنشاه آریامر بود که ایران قدرت منطقه‌ای بلکه جهانی بود. دقیقاً ما نمیگیم که دوران شاه فقید همه چیز در داخل ایران عالی بوده، پرفکت بوده، ولی کلیدی ترین موضوع دوستان در روابط بین الملل اون مسئله قدرته، قدرت نظامی، اون قدرتی که شما داشته باشه به لحاظ اقتصادی، یعنی قدرت اقتصادی، قدرت نظامی به رغم وجود مشکلات در داخل. اگر هم مشکلاتی در داخل وجود داره شما باید حتما قدرت نظامی و اقتصادی متوازن متناسب باشه، بالانس باشه، بتونید که اجازه نده به کشوری بخواد به شما تعدی بکنه، به خاک کشور تجاوز بشه. این فاجعه است برای یک کشور،
یعنی اکسپوز شده ایران، ایران اکسپوز، یعنی عملا هر کی میتونه بهش بخواد حمله بکنه. اون در زمان شاه فقید ایران قدرت برتری از نسبت به پاکستان داشت، ما بودیم که قدرت نظامی برتری داشتیم، ما بودیم که قدرت اقتصادی بزرگتری داشتیم. این مسئله است و کسی جرأت نداشته که به خاک ایران تعدی بکنه، ولی ما الان به جای رسیدیم که پاکستان میاد به خاک ایران در واقع تجاوز میکنه و میره. و اینا برای اینکه عریضه خالی نباشه میگن که این هماهنگی بوده. اصلا هماهنگی هم باشه، این رسوایی مایه ننگه. گفتن که آیا امکان دارد اسرائیل جنگ رو طولانی کنه تا انتخابات آمریکا؟ انتخابات آمریکا رو باید به شدت بهش توجه بکنیم. این جوری که دولت بایدن، یعنی بایدن داره پیش میره، انتخابات رو شکست میخوره به احتمال زیاد، مگر اینکه این همین بایدن با اینکه میگم داره مماشات میکنه، یه نکته ظریفی هم وجود داره، همین دولت بایدن برای اینکه در انتخابات پیروز بشه، چون نامحبوبه در خود آمریکا و انتقادات بسیاری از طیف خود دموکرات، حتی اون چپای اون خیلی اولترایی که در داخل حزب دموکرات هستن، اونان دیگه دارن، اونام دارن انتقاد میکنن از بایدن به خاطر رفتاراش در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی. ممکنه که همین بایدن، همین دولت آمریکا که مماشاتکار هست، وارد جنگی محدود در منطقه بشه. این احتمال وجود داره. من این احتمال رو 100% رد نمیکنم، خیلی احتمالش رو بالا نمیدونم، ولی این احتمال هست که بر اساس یک حمله محدودی، یک اقدامات نظامی در داخل منطقه، جنگ با ایران به صورت محدود یا جنگ فراگیر باشه به نظامیان جمهوری اسلامی، بیاد ریتینگ خودش رو ببره بالا و از طریق جنگ بخواد که انتخابات رو با این کارت ببره. ولی باید ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی میفته. ولی ترامپ بیاد، به نظر من عرصه برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر خواهد شد. این معنی نیستش که هیچ معامله‌ای بین تهران و واشنگتن رخ نخواهد داد، ولی استدلال من اینه که ترامپ فردی که حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی میگیره، کوچکترین امتیاز رو به جمهوری اسلامی خواهد داد و کاری با جمهوری اسلامی خواهد کرد که دست مردم در یک بازه زمانی، نه اینکه آمریکا بخواد به خاطر مردم ایران این کارو انجام بده، نه، به خاطر اون روش و منش دولت ترامپ و اون منافع آمریکا ممکنه وضعیتی وجود بیاد که دست مردم در برابر جمهوری اسلامی بازتر بشه و اینطور مماشات نکنه با جمهوری اسلامی. برای بعد از انتخابات گفته آقای بایدن گذاشته برن یمن رو شدید زدن دوباره. آقای اشکان، من 4 تا دور حمله دیدم، نمیدونم، باید ببینیم دوستان. منطقه روی انبار باروت، واقعا پیش بینی کار سختیه. باید ببینیم که آمریکا در ساعات آینده، روز آینده دقیقاً چه اقداماتی رو انجام میده، خود جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد، تنش‌ها بین تهران و اسلام آباد به چه سمتی خواهد رفت. من امروز دیدم که ترکیه داره میانجیگری میکنه، وزیر امور خارجه ترکیه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه پاکستان صحبت کردن، خواستن که تنش زایی بیشتری نکنن. الان یه سری از کشورهای منطقه متوجه دارن میشن که جمهوری اسلامی تهدید هستش. گفتم پاکستان فکرش هم شاید نمیکرد که یه قدرت اتمی اینجوری مورد حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار بگیره به هر دلیلی. خب مرسی از شما دوست عزیز. نیک و تسلا گفتن تعریف کردن، ممنونم از شما. گفتن باعث افتخاره که پای صحبت های پر محتوا و منطقی شما نشستم. مرسی از شما که وقتتون رو میذارید. گفتن که آیا پیشبینی میکنید اسرائیل به حزب الله حمله بکنه؟ به نظر من اسرائیل یک واقعیت جدید امنیتی رو در منطقه شمالی اسرائیل ایجاد خواهد کرد، در جنوب لبنان،
وارد نمیخواد وارد جنگ تمام عیار با حزب الله بشه، حزب الله هم سیگنال دقیقی نشون نداده که بخواد وارد جنگ تمام عیار با اسرائیل بشه، امکانش رو حزب الله نداده، ولی اسرائیل هم نمیخواد. ولی اسرائیل سعی خواهد کرد به نظر من یک کیل زون، یک منطقه حائل، منطقه کشدار به وجود بیاره توی مناطق جنوبی لبنان. یعنی یک جوری می جنگه اهرام نظامیش رو به کار میبره که تحریک نکنه حزب الله رو برای ورود به جنگ تمام عیار. تدریجی این کار انجام میده، اون کیل زون، منطقه حائل یا منطقه کشدار رو در جنوب لبنان به وجود میاره، نه به عمق دفعتن 30 تا 35 کیلومتر، بلکه با حملات هوایی و حملات زیاد 5 کیلومتر، 6 کیلومتر، 10 کیلومتر، اینجوری سعی میکنه که به احتمال زیاد این منطقه حائل رو ایجاد بکنه. راهی نداره اسرائیل که حتما حزب الله رو تضعیف بکنه به صورت حداکثری و اون منطقه حائل رو به وجود بیاره. من فکر نمیکنم که اسرائیل در مورد حزب الله کوتاه بیاد، حتما باید بتونه که به لحاظ راهبردی اون منطقه حائل رو ایجاد بکنه. اگه نتونه ایجاد بکنه، اسرائیل در برابر حزب الله شکست خورده و هر لحظه ممکنه 7 اکتبر دیگه ای رو حزب الله بر سر اسرائیل وارد بیاره. این جنگ به این زودی ها دوستان خاتمه پیدا نمیکنه. یعنی ما ایران وارد عرصه شده که دیگه رنگ آرامش رو به نظر من نخواهد دید. خیلی واقع بینانه بگم با تاسف. خب دوستان، من به تدریج دیگه سوال بعدی، سوالات خیلی زیاده. بله، اونجا گفتن که بعد از حمله جمهوری اسلامی به پاکستان چند تا از مقامات سپاه رو، نیروهای سپاه رو، فرماندار رو کشتن. بله درسته. خب اینا خطرناکه دیگه دوستان، به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی اونجا ممکنه که اتفاقات بعدی بیفته. همین تقویت عمدی سیکل خشونت و انتقام گیری توسط جمهوری اسلامی یکی از خطاها است. البته بعضا به صورت پیش دستانه جمهوری اسلامی این کار انجام میده که اونها رو از قصد، این گروه ها رو، بلوچ ها رو، این گروه ها رو تحریک بکنه به خشونت بیشتر که ازش استفاده بکنه برای سرکوب های گسترده تر در داخل و حتی شاید در خارج. بنابراین بسیار بسیار باید آگاه بود. مردم ایران به نظر من باید خیلی خیلی آگاه باشن. وقت بی تفاوتی نیستش دوستان نسبت به ایران، چون واقعا ایران، یعنی موجودیت ایران داره به سمتی میره که در معرض خطر جدی قرار بگیره. خب تقریبا بیشتر سوالات پاسخ دادم. ببینید اونجا گفتن که حالا راهکار چی و اینا. ببینید راهکار رو همه مردم به خوبی میدونن. من در جایگاهی نیستم که بخوام برای مردم این راه، یعنی نسخه بپیچم. کسانی که در داخل هستن و اونا خودشون با گوشت و پوست خودشون دارن این تحولات رو میبینن و این فشارها و مسائل و سختی‌ها رو دارن لمس میکنن. البته ما هم در بیرون از ایران اینجا خب داریم با همین حرفا به نوعی داریم هزینه میدیم. یعنی مسئله این هستش که اون هیچ اتفاقی در داخل ایران نخواهد افتاد. یعنی انتظار اینکه یک بازیگر خارجی بخواد برای مردم ایران صلح و نمیدونم آبادانی اینا رو رقم بزنه، اینا تماما یک سری میشه گفت اوهام هستش. و هر اتفاقی هم اگر قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های منطقه‌ای و ابرقدرتی مثل آمریکا و بقیه بازیگران انجام بدن در راستای منافع خودشون هست. هر اتفاقی هم بخواد در داخل ایران شکل بگیره یا هر واقعیتی رو بخوان اسرائیل یا آمریکا در ایران به سمتش برن که شک بگیرن، در تحلیل نهایی این مردم ایران هستن که مجاب میکنن که اون بازیگر در نهایت به هدفش برسه یا نرسه. یعنی مردم ایران سرنوشت دست خود مردم ایران هستش. دنیای کارم اونا انجام بدن، تا زمانی که مردم ایران نخوان هیچ اتفاق مثبتی به احتمال زیاد برای ایران رخ نخواهد داد. یک واقعیت هستش و به نظر من به حال در یک مرحله مردم ایران به این واقعیت خواهند رسید. و افرادی هم که به ما انگ میزنن، اینها خودشون وطن فروش هستن. امروز ثابت شد وطن فروش و وطن فروشان چه کسانی هستن. و این اتفاق دست کم خوشبینانه بخوام نقطه مثبتش رو نگاه بکنیم، این واقعه تلخ رو، تنها نقطه مثبتش و نکته مثبتش همین استش که دست وطن فروش و وطن فروشان برای مردم ایران رو شد و امروز یک
واقعیت دیگه‌ای برای مردم ایران محرز شد. تا وقت دیگه دوستان در خدمت شما باشم، ازتون خداحافظی میکنم، تحولات رو پیگیری بکنید. اتفاق خیلی مهمی افتاد، من با تحلیل در خدمت شما خواهم بود. تا وقت دیگه، پاینده ایران و بدرود.